وقتی که خواهر و مادرم هم توی این صف سوگند ها می دیدم خیلی خوشحال شدم در لحظه اول، به خاطر اینکه هر انسانی یک بار زنده است و یک بار در واقع توانایی این رو داره که یک انتخاب مهم توی زندگیش بکنه و در واقع زیباترین انتخابو. اون لحظه احساس کردم که وقتی که خواهر و مادرم رو دیدم احساس کردم که اونها هم با من هم آرمان هستن و در واقع بهترین انتخاب زندگی خودشون رو کردن که همون مبارزه در همین مسیر هستش و خیلی بهشون افتخار کردم و احساس کردم که از قبل خیلی بهشون نزدیکتر هستم و بیشتر از قبل دوستشون دارم. یه نکته خیلی جالب این بود وقتی من تو صف بودم خیلی از برادرانم جلوتر از من بودن، اسماشون رو که میگفتن مثلا علی، سعید، حسن، عباس، پرویز، اردشیر، کوروش، اینا همه برای من یادآور بچه های بود که تو سلول های زندان اوین، قزلحصار، گوهردشت، کمیته مشترک ضد خرابکاری، اسمای اینها مصادف میشد با اسمایی که من میشناختم. مثلا علی، یادم میاد علی یکی از بچه های خیلی خوب بود که وقتی که میخواست بره حتی بهش فرصت ندادن که با ماها روبوسی کنه، خداحافظی کنه و به طور غافلگیرانه اون از بند کشیدن بیرون برای اعدام، فقط از دور میگفت سلام منو به بچه ها برسونین. من دوست داشتم که اسم اونو بیارم تو این صحنه. یکی از بهترین دوستانم مجاهد شهید سعید تارانی بود، یکی از بچه ها اسمش سعید بود، یاد سعید افتادم. اون لحظه ای که داشت وسایلش جمع میکرد برای اعدام گفت ما به عهد خودمون تا به آخر وفا کردیم. دوست دارم اینو به برادر مسعود بگی. تک تک این اسما برای من اسمای بچهای شهدای زندانی بود، عباس، رضا، محمد سلامی. خیلی دوست داشتم اسم محمد سلامی بیارم چون اون دوبار دستگیری بود، به فاصله خیلی نزدیکی میخواست وصل به سازمان بشه اما فقط به خاطر اقدام برای وصل اعدام شد.